برات تا پای جان ایستادم برات یه جمله زیبا و دلنشینه. آمین. دوست داشت این جمله رو؟ عاشقتم، دوست دارم، میمیرم برات تا پای جان یه جمله حقیقتاً زیبایی هست که در طی روزها، در طی سالها، حتی اگر یک عمر تکرار شود اما ثابت نشود، دیگه یک جمله دلنشین نیست، بلکه یک تکرار دلازا خواهد بود. چرا که هم گوینده باور نداره این رو و مطمئن هستش که آنچه داره میگه نمیتونه حقیقت داشته باشه، پس از درون از اون عشق و محبت خالی هست و هم شنونده، چرا که میدونه درش قدرت و توانایی اون واژه‌ای که به نام وفاداری هست ازش عاجز خواهد. بنابراین چون هیچ اعتباری در این جمله زیبا نیست، هیچ آرامشی نه برای گوینده و نه برای مخاطب خواهد بود و گاهی حتی ترس و نگرانی رو میتونه ثمره بده، چون حقیقت نداره که مانع بروز حتی شجاعت و اقتدار و یک همت خوب در شخص خواهد شد، چرا که شالودگی اون دروغ بوده. از این رو عیسی مسیح در ابتدا وفاداری رو تعلیم می‌دهد تا مبادا مریدانش به اسارت ریا و تظاهر و ظاهرسازی آلوده شدن. همون گونه که در انجیل متی 6:7 می‌خونیم، اعلام می‌کنه چون عبادت کنید مانند امت‌ها، یعنی اونهایی که ادعا می‌کنن خدا رو دوست دارن ولی خدا رو نمی‌شناسن، نباشید. چون عبادت کنید مانند امت‌ها تکرار باطل نکنید، زیرا ایشان گمان می‌برند که به سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند. میمان شاید به زینگونه یکی رفت و یکی موند، یکی از قصه هاش خون میان در حضور خدا، میان تو کلیسا با خدا عهدی رو میبندن ولی گویا انگار همیشه نیستن، تا یه مشکلی همیشه دیگه نیستن. خیلی هم میان تو کلیسا مشکلشون حل میشه، خیلی هم میان تو کلیسا اکنون مشکل دیگه ندارن، دیگه نمیان. خیلی هم بیدن دوباره بیرون مشکل دارم، میگنم قبل مشکلات داریم و نمیتونیم کلیسا بیاییم. یکی رفت و یکی موند، یکی از قصه هاش خوند، یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساخت و یکی رو میبینیم که متاسفانه زندگیشو میبازه و دیگه کاری به خدا نداره، یکی تصور میکنه که یه امور قسمت داره زندگی میکنه پس فایده‌ای نداره از خدا اگر بخواد، یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید که بگه من مسیحی هستم، یکی بس من اقامتمو گرفتم خیلی هم برم کلیسا همه میفهمن من مسیحی هستم، اگه همه جا اعلام کنم من ایماندار هستم تو محل کارم منو بیرون برن. یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید، یکی بد شد، یکی درد شد، یکی پابند مقصد شد، هدف رو پیدا کرد، امیدوارم نه مقصد زندگیشو که اومدم آمریکا فقط به دنبال ثروت باشم، خوشی‌ها باشم. توی ایران مسیح رو داشتم، اینجا دیگه ندارم. اولش مسیح رو داشتم، اما خدا دیگه باشه کاری ندارم. آمریکا کشور فرصت هاست، ثروت بدار، به دنبال ثروت. یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد، تو اما باش، خدا اینجاست. آمین. قدر مسلم وفاداری، وفاداری میاره. به طور خاص وقتی به کلام خدا، به وعده خدا وفاداری. نویسنده مزمور 18:25 و 26 از شریف اعلام میکنه ای خداوند تو با اشخاص وفادار وفادار هستی و مردم به مردم بی‌عیب نیکویی میکنی، با کسانی که پاک هستن به پاکی رفتار مینم و با کسانی که کجرو هستن مخالفت میکنن. خدا نمیخواد مانع خوشبختی کسی بشه، ولی وقتی ما فرزند خدا هستیم و به او این ایمان رو داریم، مسلم بدونیم که در جایگاه دیگه نیستیم که از اون بودیم. تازه وقتی مسیح ما ایمان میاریم
اینو بدونیم که جنگ‌های روحانی شروع میشه. مشکلات و سختی ها هستش، اما اینو نیز باید بدونیم اگر مشکلات و سختی ها هست، خود خداوند در کنار ما هست. اون وعده داده که ما را هرگز رها نمی‌کنه. پس مجال اینو ندیم. اگر ببینی به مسیح ایمان آوردی که در این موقعیت زندگی تو آلوده سختی و مشکلات شده، بیشتر نزدیک مسیح شد و کمتر شیطان تو را اذیت کنه. هرچی نزدیک اون باشی، شیطان سخت‌تر میتونه به تو نزدیک بشه. هرچی از خدا و مسیح دور میشی، به تو بیشتر آسیب میزنه. پس روشش این نیست که کلیسا نمیرم چون خیلی مشکل دارم، خیلی سختی ها هست. این مساویه با بی‌وفاییه. اما این گونه نمیتونیم عمل کنیم و اعلان پیروزی کنیم. به مسیح ایمان آوردی، باید کنار مسیح بایستی تا مسیح برای تو بجنگه. چرا خودت برای خودت بجنگی؟ هیچ کجای کلام خداوند چنین تعلیمی به ما نمیده. برون 14:14 میگه تو نجنگ، بذار من برای تو بجنگم. من ایمان دارم خادمینی که وقت میذارن و به جای اینکه برن درآمد بسازن، پول بسازن، و یا شما عزیزان، خداوند بی‌انصاف نیست. مطابق عبرانیان 6:10 میگه من بی‌انصاف نیستم که تو رو برکشم، تو رو برکت میدم. ایمان یعنی این، ایمان یعنی که من بپذیرم. ایمان فقط کار مسیح نیست، ایمان یعنی کار مسیح ادامه داره توی زندگی من باشه و به ما نیز این کمک رو خواهد کردش. شاید میگه من آن روزی که دل بستم در آن زلف که عاشق مسیح شدم. خدا محبت، خدا عشق. فکر نمی کردم جنگ روحانی هم دارم، فکر نمی کردم شاید جنگ از توی خونم شد، فکر نمی‌کردم جنگ شاید از توی بیزینس و محل کارم شروع بشه، فکر نمی‌کردم جنگ از تو خود کشورم بر علیه من بشه. من آن روزی که دل بستم در آن زلف، چه دانستم که باد و شانه ای هست که میاد اون زلف رو به هم می‌ریزه. اگر با مسیح شروع کردیم، با مسیح ادامه بدیم. پس عهدها و وعده‌های خدا برای کسانی که تنها به کلام ایمان دادن، مطمئن باشد که عمل بود و خداوند نیز خودش رو ثابت خواهد کرد که مطابق فیضش نیست با آنانی هست که وفادار هستند و اونها رو برکت میده. باز نویسنده مزمور 25:10 اعلام میکنه همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادت او را نگه می‌دارند. وفادارانه ایستادن، نمی‌ترسند. ایمان از بُعد روحانی ما رو میخواد تقویت کنه که از خدا میاد. و دیگر من و شما خیلی داریم عقلانی فکر میکنیم، خیلی منطقی داریم فکر میکنیم، مسلم بدونیم به جایگاه درستی قدم بر نداشتیم. یا باید بپذیریم کار مسیح رو که روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و من و تو رو قیام میده از تمام سختی و مشکلات، و اگر اون رو نپذیرفتی کاملا اینو بدون آسیب خواهد بود. وقت میشه دربارش بیشتر صحبت خواهد کرد. شخصی میره پیش یک کشیشی و اعتراف میکنه، یه سال هاست که من با بیزنس نامشروع و با دزدی ها ثروت کلون رو دزد کرد، کارخونه و ویله ها برای خودم دارم، شرط خیلی خوب اقتصادی دارم. امروز متوجه شدم خیلی اشتباه کردم، من گناه شکار بود. حالا کشش تعلیم خودش رو میگرد حالا نرگیدی بعد از اون که کجای که دام اومد هست، کشش هم بهش میگه هر چی رو که به دست آوردی بگه فکر میکنی همش نامشروعه، همه رو تبدیل به یه چیزی بکن که مردم بتونن ازش استفاده کنن، توی خیابون یا تو خیابون ها اون رو بذار که مردم بردارن، بعد از 24 ساعت برو هر چی مون مالتون. اون شخص میتونه از پولش کنه، ولی کارا میتونه باشه. و بعد دوباره میاد پیش کشش میگه تشکر میکنم، من اون کار انجام دادم. میگه خب ببینم چیزی هم موند برات؟ گفت بله همش موند. گفت ای چی کار کردی؟ گفت راستیتش رفتم پیراهنهای بزرگ گرفتم توی خیابون بزرگ همه رو گذاشتم دیگه، اینقدر من از زنگ زدم معلوم شدم کسی نمیخواد دیگه، دوباره برداشتم پیراهنها رفتم فروختم. اینا توجیهات است.
اگر من وفادار به کلام خدا هستم، خدا راه درست چی میشه؟ یه احتیاج نیست من عقلانی فکر کنم. گاهی ما تصور میکنیم که خدا به ما عقل داده، حتما داده، بعد ازش استفاده کنیم. اما اون عقل ما در امور زندگیمون میتونه باشه. خداوند میخواد من و تو دلمون پاک بشه. اونجایی که میبینی کلام خدا برات سخته، اونجایی که میبینی نمیتونی بپذیری وعده خدا رو، سخته. اونجایی که میبینی اگه بخوای صبح نیم ساعت با خدا وقت بذاری، کلام رو بخونی، دعا کنی یا خدمتی رو انجام بدی، از موقعیت مالی میفتی، علتش کم ایمانی تو نیست. ببخشید، علتش اینه که اون دل هنوز پاک نشه. یه جا مشکلات هست، اون رو باید تغییر بدی. از این پس ما یک شنبه وقتی که میایم اینجا با هدایت خدا، من همیشه از شما عزیزان خواهش کردم تغییر کنید فکرتون و احساستون. سقراط میگه دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمیگیره. از سقراط گفتم، انسانی که در زمان خودش یک فیلسوف و یک دانشمند، اونم به نوعی روی تجربه کرده که اول باید دلها پاک بشه. در اجرا به کلام خدا که نتیجه زندگی سالم ما حتما خواهد بود، زندگی بیگناه ما خواهد بود، مسلم بدونیم که وقتی در راستی نیستی، وقتی که به وعده های خدا نیستی، نگران فرزندت، همسرت نباشی، نگران بیزنست نباشی، چون خداوند اون رو نیز در کابل حمایت از تو قرار میده. بهش اعتماد کن، خواهش به صحبت های من ده. به کلام خدا اعتماد کن. در مزمور 37 27 الی 28 باز نویسنده اعلام میکنه از بدی بپرهیز و نیکویی را دنبال کن تا پایدار گردی، زیرا خداوند راستی را دوست دارد. ما چگونه میتونیم در راستی بایستیم؟ همونگونه که داریم یاد میگیریم، انسان آفریده شده تا بیاموزد. هر چقدر از کلام خدا میشنویم، هر چقدر در حضور خدا بودیم، بهتر مایل خواهیم به اینکه در راستی زندگی کنیم. زیرا خداوند راستی را دوست می‌دارد و وفاداران خود را از یاد نمی‌برد. او آنان را همیشه حمایت می‌کند، با خانواده‌اش، با تمام موقعیتی که دارد. اما فرزندان شریران نابود خواهند شد. هرچند حفاظت میکنن خودشون، هرچند ثروتی دارن، قدرتی دارن، بادیگاردهایی دارن روی این زمین، اما نهایتا ماندنی نخواهند بود. وفاداری میوه آگاهیه که با خودش عشق رو میداره، اعتماد رو میداره و به تعبیر عمیق یعنی سرسپرده، یعنی کاملا اگر من به خدا اعتماد دارم، خودم رو به اون میسپارم. و این معنای همون توکل به خدا هست که از آگاهی نیز نشأت می‌گیرد. باز شاعر میگه زگیتی دو کس را سپاس، یکی حق‌شناس که ما به دنبال حقیقت رفتیم و حقیقت ما را آزاد کرد، اگر حقیقت را شناختیم با اون زندگی کنیم، یکی حق‌شناس و یکی حد‌شناس. من فقط اعلام نکنم عیسی مسیح به خاطر گناهان من روی صلیب رفت، مرد و قیام کرد، بعد رسول بس دیگه. نه، من به شما سهمی دارم. مسیحیت یعنی مسئولیت، مسیحیت یعنی این که من مال کلیسایی هستم که تو اون کلیسا خدمت رو باید انجام بدم، باید خدمتم رو بدونم چی هست، سهم من چی هستش. حتی مسیحیت فقط این نیست که ما کلیسا بریم، کلام بشنویم، کلام میشنویم، میریم کلیسا، خدمتت چیه؟ هر کسی یک پای سوال کنه من تو این کلیسا چه خدمتی میدم؟ اگر ما این هستیم خداوند رو خدمت کنیم، به من و همچنین به خادمین کلیسا میتونید اعلام کنید، به روبن عزیزم، امیر عزیزم، برادر یوسف اعلام کنید، مشغول خدمت بشید. چرا که خداوند شما رو برای کلیساش خونده تا در این کلیسا در کنار که فروشی میکنید بتونید دستی باشید از طرف خدا، تا باعث جلال نام خدا بشید. باز نویسنده این مزمور نوهای در میگه آنانی که تو را میشناسند بر تو توکل میکنند، زیرا تو ای خداوند طالبان، یعنی وفاداران رو، طالبان خود را ترک نخواهی کرد. نویسنده به تجربه این رو یافته، ولی این رو یافته که وقتی آگاه میشه، توکل به خدا میکنه، وفادار هست،
وجودمون یک آرامش میاد. این آرامش از گفتار درمانی نیست که از باعث میاد، این آرامش از روح القدسه که آرومت میکنه. چرا که اعتماد داری به کاری که میکنی، میگی خداوند من دارم تو رو خدمت میکنم و فقط تو رو خدمت میکنم، لطفا کشیش خدمت نکنی، دوستش داشته باشی، درش دعا کنی، کشیش خدمت نکنی، کشیش خدمت کردی لغزش میکنی، مسیح رو خدمت هرگز تو رو لغزش نمیده. و مطمئن باش که تمام عباد زندگی تو رو نیز در نظر ثمره وفاداری به کرام خدا اعتماد هست و نیز همون که گفتم کمک میکنه که به خوبی تکیه کنیم در خدا. ذهنیت ما فقط یک ساعت و نیم دو ساعت و کلیسا نباشه، در هر جایگاهی که هستیم لمس میکنیم که خدا با ماست، خدا ما رو تنها نمیذاره. مزمور 131 دو الی سه نیز اعلام میکنه نگرانی رو از خود دور کن. چگونه؟ در حضور خدا، خواندن کلام، دعا با یک نفر دیگه. گاهی ما تو مشکلات سختی ها خیلی سخته که بخوایم خودمون شاید دعا تماس بگیرید با شبان کلیسا، ایشون مسئول این هست، وظیفه‌اش هست، با رهبران کلیسا، با یک ایماندار اون براتون دعا کنه، یه سرود بذار گوش کن. خدا بشه قرار میبینیم که کلام خداوند گویا هست، روی تلفناتون اپش هست، بذارید کلام رو بشنم. اگه میبینید وجود ترخه، نگران شده، میترسید، و اون کمکت رو برده. نگرانی رو از خود دور کن و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام هست. عیسی مسیح در انجیل متا 18:3 13 رو اعلام میکنه، مانند کودکان میشه، مثل کودکان میشه. اینجا داره تشبیهش همینه. میدونیم که خدا نه پدر هست نه مادر، همه اینها به خاطر درک انسان هست نسبت به عشق خدا به ما. و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام هست، در درون خود آرامش دارد. ای اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، یعنی فرزند اسرائیل، یعنی من شما، نه این که بگیم این دولت که در اسرائیل هست رو داره میگه، حتما در اونجا کسایی هستن فرزندان خدا هستن، اونها که مطیع کلام ما. اسرائیل یعنی فرزند خدا، یعنی قوم خدا. در درون خود آرامش دارم. ای اسرائیل در خداوند توکل داشته باش از حال تا به ابد. یعنی کاملا به او وفادار باش، یک طرف نباشه عشق. وقتی عشق یک طرف میشه اون موقع هستش که درکی درست نخواهد و به جای اون نگرانی میدن و اون وفاداری مسلما نسبت وفادار وعده خدا نخواهد. وفاداران به کلام خدا در زمانهای سختی و مشکلات در کنار که نگاه منطقی هم میکنم، اشکال ندارم، من نگاه منطقی بود، شاید من عادت دارم که چراغ قرمز رو پا میتونم رد کنم، اگر تصادفی شد از نظر منطق من مقصر هستم، من اینو نمیتونم گردن خدا بزنم. اما فرزندان خدا که به خدا وفادار هستن حواسشون هم هست، دقت میکنن ببینن از چشم خدا اتفاقایی که تو زندگیشون پیش اومده چیه، از چشم خدا نگاه میکنن تا درک درست روحانی داشته باشن. این سختی و این مشکلات نیومده که من از خدا دور کنه، اومده که علامت و ساین درستی باشه برای یک زندگی سالم تا من بتونم تحت اراده خدا زندگی کنم. وقتی از چشمان خدا نگاه میکنی ترس و نگرانی برداشته میشه، شک برداشته میشه، ناامیدی برداشته میشه، اونجا دیگه اتوریتی درست میاد، اقتدار میاد و با اقتدار بتونی عمل کنی با آنچه که درست هستش و نیز آرامش وجود تو رو خواهد گرفت. پس وفادار باش تا آرامشی و آرامش خدا رو داشته باشی. باز نویسنده مزمور 119 آیه 5 اعلام میکنه در زمان مصیبت به وسیله کلامت تسلی یافتم، زیرا وعده تو حیات به جان من میبخشن. کاملا من رو در شرایطی قرار میده تا من بتونم این اطمینان رو داشته باشم که تو کمک من خواهی کرد، تو قوت من خواهی کرد و اجازه نخواهی داد که من آسیب بخورم. پس شک نمی کنم، با اطمینان نیستم، مشروطه بر اینکه عاشق باشم، اول آگاه میشم، بعد عاشق میشم، بعد وفادار خواهم بود. اما اگر آگاه نباشم، کلام نخونم،
موعظه گوش نکنم، در حضور خدا رو خدا پر نشم، چگونه میتونم عاشق باشم؟ و وقتی عاشق بودم چه کسی هست که کسی رو دوست نداشته باشه ولی بهش وفادار باشه؟ این شعاری میشه نخواهم. شخصی میره پیش کارفرماش میگه میشه یک هفته من مرخصی بدی؟ کارفرما میگه تو که همین چند روز پیش از دو هفته مرخصی اومدی، برای چی میخوای یه هفته رو؟ گفت خیلی مهمه، میخوام برم ازدواج کنم. گفت پس چرا همون دو هفته نرفتی؟ گفت آخه میدونی راستش حیف اومد مسافرتمو به هم بزنم، تعطیلاتمو خراب. امروز مسیح برای ما چقدر ارزش داره؟ اگر حقیقتا ما مسیح رو دوست داریم، بهترین وقتی بود اولویت وقت تو صبح ما بود، شب موقعی که میخیلی خسته هستی با اون وقت بذار و اجازه بده که قوت خداوند در زندگی شما عمل کنه با آنچه که میتونه درست باشه و مطمئن باش که هرگز ناامید نباشی. بریم با هم دیگه دوم تیموتائوس 3:16-17 رو بشنوید. حسن زاده جان سر جا شما بزن میخواد چراغای وسط روشن کنیم؟ دوم تیموتائوس 3:16 کتاب مقدس قدیمی داره؟ برادر بهروز عزیز لطفا شما کتاب مقدس قدیمی دارید؟ کتاب مقدس قدیمی رو لطفا آماده کنید. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تربیت و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. آمین. 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 وقتی خدا مرد خدا رو میکنه منظور ایماندار هست، چه زن و چه مرد، اشاره به یک ایماندار داره میکنه. پس اگر من مطیع این کلام هستم، مطمئن باشم که تأثیر این کلام خدا تو زندگی من هست، باعث برکت روحانی من خواهد شد، باعث برکت عاطفی من میشه، رابطه های من در مسیر محبت و عشق خواهد بود، باعث برکت مالی من میشه. چون شما وقتی وفادار هستید به خوبی میدونید خدا تو رو تنها نمیذاره، تو وفادار به خدا هستی. آیا خدا به تو بی‌وفایی میکنه؟ کلام خدا حتی ادامه میکنه حتی اگر تو بی وفا بشی من وفادارم. پس چقدر بیشتر وقتی من شما به خدا وفادار هستیم، خداوند ما نیز این وفاداریش رو چندین برابر بهش میخواهد داد. آمین. پس وقتی به اون وفادار هستیم، مطمئن هستیم که اون ما رو تنها نمیذاره. شاعر میگه گر محبت ثمرش سوختن و ساختن است، یا به دنبال محبت سر خود باختن است، من به میدان رفاقت گذرم از سر خویش، تا بدانید که این حاصل دوست داشتن است. تموم نمیشه، فقط اکتفا به یک تعمید نیست. میدونم که باید برای مسیح بایستم. امروز ما در ژاپن نیستیم توی آمریکا، اما در آینده تو همین سرزمین آمریکا ژاپن خواهد بود. اینو من نمیگم، کلام خدا به نوعی دیگه حسران هست. تعلیمات عوض خواهد شد، قانون ها عوض خواهد شد. امروز شما اجازه ندارید در محل کارتون بشارت بدید. کم کم بسته میشه. قبلا قدرتی داشت کلیسا، حتی پرزیدنت را هم که اعلام کردن قدرت رو به کلیسا ها برمیگردونم نتونست، نمیتونه، چون شیطان بر زمین داره سخته نداره، اما شیطان در قلب من و تو نمیتونه سخته. از این رو هستش که من و شما به خوبی میدونیم چرا جمهوری اسلامی الان شرط بدی، چون شیطان داره در قلب دولت من در جمهوری اسلامی سخته نداره. ولی بعده خدا این هست در کتاب ارمیاچه که خداوند در قلب اینانی ها میخواد سخته نداره. من تو باید وفادار باشیم به این کلام، نیز باید وفادار باشیم تا بتونیم حقیقتا آنچه را که درست هست رو دریافت کنیم که مبادا آسیب بود. از برادر عزیزم میخوام از انجیل یوحنا 15:1-16 رو داشته باشیم.
من تاک حبیبی هستم. آمین. و پدر من باغبان است. آمین. خب درست که داره اشاره میکنه به قوم اسرائیل، داره اشاره میکنه از نسل داوود عیسی مسیح داره میاد، اما میدونیم که تاک حبیبی منظور اون انگوری هستش که دور از تاکستان هست، که اون تاکستان میتونه آفت خورده شده باشه، میتونه اون تاکستان آتیش گرفته باشه. پس باغبان ها یه تاکستان معمولا تاک هایی رو، انگورهایی رو دور از اونها نگه میشن و نزدیک خانه خودشون هم نگه میشن که مواظبت کنن برای روزی که تاکستان آتیش گرفته و یه آفت زد، از اون تاک استفاده کنن، پیوند بزنن. و ما آفت خوردیم، ما از بین رفتیم، از خود باغ عدن چی میشه که ما آسیب خوردیم. وقتی ما آسیب خوردیم، این شب برای ما ایجاد شد، این مسیح بود که قدم بزشت، اون تاک سالم رو تیکه تیکش میکنه باقی میدونستیم. ولی اون تاکی که تاکایی که مقصر بودن، اونها نه تیکه تیکه نمیشن، اونها یه قسمت چون حرس میشه تا اون تاکی که سالم هست پیدا میکنه. در اصل اون تاک قربانی برگه تاکا میشه. و عیسی مسیح داره اینو میگه، روح خدا، روح القدس با روح گناه من که بعد که مسیح ایمان میارم شسته میشه، پاک میشه، حرس میشه، پیدا و من به اون یکی کنم میشه. از این پس مسیح میگه من تاک حقیقی هستم. پس بدونید شما رو قرقدس رو یافتید، دنیا رو نچسبید. حیفه مسیح قربانی شد، روحش رو برای ما داد، ما همه نگاه ما یه مسئله دنیا باشیم. نیاز ها هست، حاجت ها هست، میفهمم، قابل درک، اما تمام فوکوسم رو گذاشتن این رو بدونید برکت بزرگی رو از دست خواهیم داد و اون روح خدا هستش. بله، هر شاخه هایی در من که میوه نیاورد آن را دور می سازد و هر چه میوه آورد آن را پاک می کند تا بیشتر میوه آورد. بله، پاک می کنه، هرس می کنه. شما میگید بس من وفادارم، من کلیسا میام، چه علتی داره اینقدر دارم اذیت میشم؟ باید هرس می شود، کارم باید هرس می شود. هنوز یه موضوعاتی تو زندگی من هست، کلام خدا میگه همه گناه کرد، هرچی بگی من گناه نمی کنم، میگه اون دروغگوه. و میدونی پدر دروغگویان شیطانه. ما هر روزه اشتباه میکنیم، هر روزه گناه میکنیم. اگه مشکل و سختی توی زندگیت هستش، نگاهی بکن، زندگی تقدیس کن، از خدا بخوا که حرس بشه، درد داره، اذیت میشی. درسته که پیوند خوردی به روح خدا، پیوند خوردی به تاک حقیقی، اما اگه حرس نشی خوب میوه نمیدی. عزیزانی که از کشاورزی اطلاعات دارم، من خودم خیلی اطلاعات ندارم، اطلاعات هم از فرزینا میگردم که اطلاعاتشون خوب هست، به خوبی میدونم حتی اگر پیمند ایجاد میشه روش میکنه باقبون، برای اینکه اون درخت میوه خوبی بده، اونو عرص میکنه، شاید یک سال بگذره ولی میوه خوب میده. حالا شاید شما ببین ای بابا نگاه کن فلان مذهب فلانی، اونا که عرص نمیکنن، بابا یه توبه میکنن تموم میشه. مسیح میگه من باقبون تو هستم، من باقبون تو هستم. میخوای مسیح باقبونت باشه، اجازه بده حرس بشی، نترس، نگران نباش. سختی اومده داری حرس بشی، بگو خدای شکر. میتونی بگی خدای شکر در سختی کنم چی کنم؟ بگو خدای شکر، چون دوست داره، چون باقبون تو پیغمبره دروغی نیستن، خدای زنده است. آمین. بله بفرمید. تنها شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند. از ما بدون مسیح هیچ کاری نمیتونید. همچنین شما نیز اگر در من نمانید. بله. من تاک هستم. یه لحظه برش نظرم از یه نظوره جان میدنه که کجا برد میکنه به روز عزیزمون از یاد میکنه روز عزیزمون بشنبه ها همیشه ما مزاهمشون هست. اگر من ایمان دارم به کار مسیح، پس در مسیح هستم به توسط کلام خدا،
خدمتم رو انجام میدم، با فروتنی میپذیرم، عقلانی فکر نمی کنم، از دوربین نمی ترسم سوء تفاهم نشه، از کلیسایی که درباره مسیح صحبت میکنه، درباره ایلان صحبت میکنه نمی ترسم، مثل شما در ایلان که ایستادید کنار مسیح، کنار من می ایستید و جنگی نمی کنید و مطمئن هستید که خدا در زندگیتون عمل میکنه، چون با مسیح هستید. اجازه نمیدید ترس و نگرانی شما رو بگیره و باعث اذیت شما بشه، باعث رنج شما بشه. شما کاملا مثل بچه‌ای که دست پدرش رو میگیره، از بین 10 تا بچه‌ای هم که دوزه اذیتش کردن احتمال داره بیان بزننش، با یک دلیلی جلو میره. شما مطمئن هستید که کمک شما خواهد کرد و خودفریبی نمیکنه. گاهی هستش که ما میگیم ای بابا دیگه بعد از اون خدا شما رو خونده، خب شما باید این کارا رو بکنید. حالا خودت اذیت میشی، زنت اذیت میشه، دوستات اذیت میشن، رفتارم که اذیت میشه، من چه مربوطه؟ خدا من که نخونده، خدا همه رو خونده، شما سهمتون انجام نمیدید، شما خلای خالی تو کلیسا رو برای خدمت میبین انجام نمیدید، من دارم انجام میدم، خیلی هم دارم انجام میدم، شما باید انجام بدید. نمیتونی اینو توجیه کنی؟ تو از کجای کلام خدا نگفته که من یه عده‌ای رو فقط ثواب میکنم؟ میگه به هر کسی عطایایی دادم مطابق عطایا و استعداد خداوند رو میتونی خدمت کنی و در این مسیر قدم برداری. پس این گونه هم نیست، این گونه هم نیست که فکر کنی بگی خدا محبت دیگه بالاخره خدا می محبت بعد از شما مرزبان همیشه تشویق میکنی اینا خیلی به خدا محبت دیگه خدا از سخت من نمیگیره، میدونه من همینه دیگه، جنبه بیشتر از این نیستش، خدا بالاخره کمک کنه، یه گناهی هم داریم میکنه تمام میشه میره بیکارش. و این قصه قصه ای هستش که داریم سر خودمون کلا میذاریم و این اجازه رو میدیم که شیطون هم رو سر کار بذاره، چون شیطون داره میدونم بده این چی کار تو یک تیم. بعد از این که همه اومدن برم گناه هاشون داشتن لباس هاشون رو میپوشیدن، یه دفعه یکی از این موبایل ها که روی میز بود صداش در اومد و یه آقای ایشی رو گرفت یه خانمی هست میگه عزیزم من الان جلوی فروشگاهی هستم، گفتم این پالتو پوسه چقدر گرونه و 5000 دلاره 50% آب خورده. اوکی هستی؟ گفتم شاید بیزینس امروز خوب شده باشه، گفتی دارم یه کارایی میکنم، اگه اوکی هستی من 2500 بر بگیرم. خب باشه بگیر. بعد میگه ای پس بیزینس خیلی امروز خوب بوده. ببین این ماشین بنز آخرین سیستم که گفتم رنگ قرمز داره چقدر قشنگه، بذار من برم اینم ببینم اگه فکر میکنی. میگه خب باشه اونم ببین. میگه پس حتما واقعا امروز بیزینست خیلی خوبه. خب این خونه بغلی هم که داره میفروشه، ما خونهمون رو بفروشیم، خونه دو برابر خونه ماست که اینم بخرم. میگه خب باشه برونم صحبت کنم میخریم. بعد میگه خدا گوشی رو میذاره میگه این موبایل مال کی بود؟ اگه خیلی پوتیباری بکنی شیطون هم باید سر کار در مسیح و بذار مسیح در تو بمونه. اگه تو الان هم این نکردی هیچ اشکال نه، یه تو بس وفادار باشی برای من. اگه نگاه خدا به من و توی که به مسیح ایمان آوردی بابد، چون برای ایران خدا برنامه بزرگی داره. باور که این حرف سیاسی نیست، این حرف کلام خداست. ما سفیران خدا هستیم، ما شاهزاده هستیم. اصلا خدا هر نمایی بوی سیاسی میده یا نمیده؟ شاهزاده کیه؟ سفیر کیه؟ شما اگه برید از اینجا بیرون کسی که ایمان نداره میگه سفیر پیغام سفیر کسی هست که داره توی دولتی کار میکنه نمایندگی میکنه کشور میگه خب من شما سفیریم بابت چه مربوطه مسیح به گفته سفیر؟ بله که ما تو این احوال سیاسی هستیم، اما سیاست ما سیاست این بابت سیاست خود مسیحه که از ده ما محبته. آمین آمین. بله بفهمید. من تاک هستم و شما شاخه ها. آنکه در من میماند و من در او میوه بسیار می آورد، زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. حقیقتا اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود. چرا باید این اتفاق برای ما بیفته؟ اگر ما امروز اعلام کنیم عشق اول من مسیح است، عشق اول من مسیح است، چرا عشق دوم؟
عشق بدازی پرسه میشه. اگر هنوز بچه وارد زندگی شما نشده، طبیعیه اینو، طبیعتاً زن و شوهرها بیشتر به هم عشق میدن. بچه که بیاد اومده دیگه یه قسمت داره میکنه، اینم طبیعیه، دوتا شد یه قسمت. و هرچی بیشتر میشه، بعضی از کانسلرها به دختر پسرهایی که تازه ازدواج میکنن میگن حریف سگ نمیشه. نمیخوام بگم این صدق میکنه برای همه چیز، چیزی نیست. میگن چون شما عشقتون رو به یه هیگون میدید و حس نمیکنید بعد صاحب فرزند بشید، پس بده محبت تقسیم میشه، پس بعد هوشیار میشه. دوست عزیزی سالها پیش بر من تعریف میکرد، الان دادم گفت بعد رسول من تازه ازدواج کرده بودم و رفتم توی ممنوعیت، توی اون ممنوعیت با یه دختر بسیار زیبایی آشنا شدم و اونم اونقدر آزاد فکر میکرد، گفت فلان کشور بود و اینا فکراش میکرد که آزاد داره من نمیخوام بگم، گفت تو نشدی من میتونستم اون رابطه داشته باشم، خوش حتی هم همبستر بشم روز میخوام. گفت تو خونش هم رفتم، گفت همون موقع ایشون ایماندار بود، گفت همون موقع روح القدس من گفت زن تو چقدر دوست داره. گفت فقط فکر کردم چقدر زنم رو دوست دارم. گفت با اینکه از زنم زیباتر بود و میگفتم کسی هم نمیفهمه اینجا من خیانت به زنم بکنم. گفت این عشق زنم برای تو دلم اومد بلا فاصله اونجا اصفایی کنم به اون زنم گفتم ببخشید من تا الان اومدم رفتم یک کلیسا پیدا کردم و باید گریه کردم به تو بکنم. مسیح رو چقدر دوست داری؟ اگر مسیح رو خیلی دوست داری اجازه نده هیچ چیزی توی زندگی جایی وفادار نمیده. بعد فکر کنیم که مسیح رو چقدر دوست داری. اون رو به فرخزاد میگه آن کسی را که تو میخوا، آن کسی را که تو میجویی، که خیال تو به سر دارد. بس کن این ناله و زاری را، بس کن اون یار دیگر. اگه یار دوم اومد دیگه نمیتونیم. حتما ما به توسط مسیح، عشق مسیح همسرمونو بهتر بستیم، همونطور که این دوست من تعریف کرد میگه روح القدس بهش گفت. حتما مسیح به تو کمک خواهد کرد اون استعدادی که داری تقویت بشه. یک لحظه است افراد موفق توی آمریکا، اونا که ایماندار هستن گواهی‌های بسیاری دارن که خداوند چگونه اینها رو برکت داده، چون وفادار به خدا بودن، به کلیسا بودن، خدا اونها رو برکت داده. فقط تو کلام خدا نیست چنین گفته. بله، اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. وقتی که ما در مسیح هستیم، یعنی در روح خدا هستیم، یعنی روح القدس رو داریم، یعنی مدام از روح خدا پر میشیم مطابق کلام خداوند، امید در دل ما میاد. خیلی موقع هستش که ما برای موضوعات دعا میکنیم. ما الان داریم سوال باز برای خریدن کلیسا دعا میکنم. کلیسا نتونستی بخریم. آیا یعنی چی؟ یعنی من ایمانم ضعیفه؟ ایمان من به چی باید باشه؟ ایمان من باید به عیسی مسیح باشه. من ایمان دارم عیسی مرد و قیام کرد. من ایمان دارم که آنچه را که انجام داد و کلام خدا میگه به هیچ وجه عاقلانه و منطقی نیست. پس من ایمان دارم آنچه که از مسیح بخوام او برای من انجام خواهد داد، هرچند نمیبینم مطابق عبرانیان 11:1، ولی بهش ایمان دارم که چنین خواهد شد، پس نگران نخواهم، مطمئن هستم که خداوند مرا برکت خواهد داد. اما من تو این مسیر احتیاج به امید دارم. اول قرنتیان 13:13 ایمان دومیشو بگید، امید محبت. پس این امیده، چون یه دعای تو اجابت نمیشه، شاید ماها سالها سالی دعا میکنه دعا اجابت نمیشه. اگر من و شما محکمون اجابت دعامون باشه، این ایمان نیست. ما ایمان داریم میشه، بلکه نشون میده من امیدی ندارم. من این امید رو دارم، ایمان من سر جاشه. من دعا کردم خداوند دختر منو شفا داد،
ولی اون موقع من ایماندار نبودم. یک کشیش برای من دعا کرد، پس این ربطی به ایمان من نداشت. کلام خدا اشاره به امیدت میکنه. آیا این امید رو مسیح داره یا نه؟ اگر ببینی حس میکنی شک داری، میترسی، توی امید ضعیفی. و اگر در امید ضعیفی، بهترین کار این هستش که از دور خدا بشی، کلام خدا رو بیان. با یه نفر دو نفر برنامه دعا بذاری که از روح القدس پر بشی. نامه رومیان 15:13 پولس رسول اعلام میکنه خدا که سرچشمه امید هست شما را به وسیله ایمانتان، ایمان اولیه به عیسی مسیح، چنان با شادی و آرامش کامل پر می‌سازد. چون این ایمان رو داریم، از این ایمان یک عنصر بسیار خوب میاد که اون امیده که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز بیشتر خواهد شد. پس اگر در مسیح بمانم من این امید رو بعده بفهمید. جلال پدر من آشکار می شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. پس نه تنها در مسیح بمانم میوه بیاورم، نه تنها کلیسا بیام، نه تنها کلام بخونم، بشارت بدم، خدمت بکنم، نتیجه خدمت من، بشارت من، میوه من، میوه من کجاست؟ هر کسی بدونه میوه کجاست؟ میوه شما چیه؟ اگر میبینید ایمان دارید، ماندید در مسیح، خدا رو شکر. اما اگه میوه ندارید، امروز از خدا باید بخواه که خدا تو رو برکت بده تا میوه داشته باشی. بله. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما رو محبت نمودم. آمین. در محبت من بمانید. آمین. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. آمین. این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. آمین. این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید همچنان که شما را محبت نمودم. آمین. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. شما دوست من هستید اگر من چه به شما حکم می کنم به جا بارید. آمین. پس این وفاداری رو باید داشته باشید. تو آیه 16 رو بفهم. دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا که بنده آنچه که آقایش می کند نمی دانم. لیکن شما را دوست خواندم زیرا که هرچه از پدر شنیده هم به شما بیان کردم. شما مرا بر نگذیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. آمین. آمین. من شما را انتخاب کردم. شما وقتی وارد منزل یه نفر چیز دعوتتون کرده، خوراکی را آماده کرده، شما دیگه نمیتونید به عنوان مهمانی که رفتید من اینو نمیخوام اینو درست میکردید، اون شما را دعوت کرده. حالا یه موضوع ساده است. مسیح میگه من شما رو انتخاب کردم. پس اگر مسیح شما رو انتخاب کرده بهش وفادار باشید، ازش بخواید نه تنها بمانید میوه بیاورد، در انتها بود میوه شما بماند، میوهتون هم بمونه. کسی رو بشارت دادی؟ وارد کلیسا کرد، بعد از اون کلاس براش گذاشتی، تعمیدش داد، شما رهاش نکن، شما پیگیریش کن، کمکش کن. همه کاری که نفر میتونه انجام بده کار هممون هسته. میوه آوردی توی کلیسا، ولی میوه باید بمونه و نتیجه بده. فقط این نیست که من میگم من یک میوه رو وارد کلیسا کردم پس بنابراین دیگه من تموم شد. باید این سه موضوع رو در نظر بگیریم: در مسیح بمانیم، میوه بیاوریم و میوه ما نیز بتواند بماند. و باز میخوام اشاره بکنم به موضوعی که اول آگاهیه به توسط کلام خدا، همون گونه که شما کلیسا میاید کلاس ها رو برید، بعد در عزیزم امیر جان کلاس های روزای یک شنبه ساعت 12 هست، ایمانتون رو تربیت میکنه و این آگاهی به شما عشق میده، عشق به شما وفاداری رو میده و در مسیر وفاداری شما اطمینان به رستگاری دارید. حتی تو امور زندگی تم یه فرمول درسته.
وقتی آگاه میشی بهتر میتونی بمونی در اون چیزی که دوست داری، چون که این امید در دل تو خواهد بود. ولی وقتی آگاه نیستی نمیدونی. میرم یه بار میگم آخه میگم عیسی مسیح اینجوریه، نظر چیه؟ شاید از اون کشی رسول به چیز میگه، خب هر که چیز میگه میریم اون برای که چیز دیگه میگه میریم اون برای میگه بابا این یکی از پیغمبر ها بود، خبر نمیدیم محمد هم پیغمبر ای بارا خب من هم دوست دارم پس اون چی شد؟ ولی هر کجا میری میپذیری این ایمان نیست، چون تغذیه درستی نشدی. پس آگاهی رو زیاد تعلیم رو بگیم تا این تعلیم در ما عمل کنه تا تاثیرش باعث تبدیل ما بشه، عوض بشه. در همین دروس رو خدا من توی این سری به من داده که به شما عزا بدم، اول برای من مفیده و بعد برای شما که آگاه بشم چی میگم، چی میدونم از کلام خدا. من به مولا نصرالدین میگم مولا به نظر تو خورشید بهتری یا ما؟ میگه خب معلومه که ما. میگه چرا؟ میگه خب خورشید روز میاد که همه چیز روشن روشنه ایده، ولی ما شب میاد که میتونه یه قسمت ها رو روشن کنه. بریم با هم یه نکته بعدی داشته باشیم، نکته استفهام. همه داریم بروشور؟ از اونه که بروشور نه لطفا دستا بره بارم، لطفا مسئولی هم بروشور بروش کنم دستاتون بالا باشه برای بروشور. اهمیت کلام خدا در زندگی انسان. انسان آفریده شده تا بیاموزد، این یک حقیقت از نظر علمی هم ثابت شده. هیچ انسانی شما نمیتونید بگید به دنیا بیاد بذارمش توی اتاق در رو ببندیم بهش خوراک هم بدیم، مثل در گذشته این تستا رو کردن هم باقی روی انسان ها ببندیم ببینیم زبانش چیه، هیچی نمیتونه حرف بزنه. اما ببینیم تو چیز یاد نگرفته. پس انسان آفریده شده بیاموزه و اینو کلام خداوند میگه چند هزار ساله پیش، تو کلام خداوند داره به انسان میاموزه، شریعت خدا داره میاموزه به انسان که انصاف داشته باشه. اهمیت کلام خدا در زندگی انسان. انسان آفریده شده تا بیاموزد و اگر مشتاق تعالی به کلام خدا باشد تأثیر آن خردمندی خواهد بود که به ما کمک میکنه در امور زندگیمون، موقعیت هامون، رابطه همون، بیزینس همون، که هر دشواری و آشوب را به نظم و اعتدال تغییر خواهد کرد. این نکته اول هستش عزیزان، چه اگر با ما نبودم این برای جلسات قبل. نکته دوم، انسان آفریده شده تا بیاموزد و اگر در اندیشه کلام خدا باشد تأثیر آن امید خواهد بود که هر پریشانی و آشفتگی را به امنیت و کامیابی تبدیل خواهد کرد. خود کلام خدا من در کتاب یوشعی تش میگه مرا بخوان تا پیروز و کامیاب بشی. نکته سوم، انسان آفریده شده تا بیاموزد و اگر وفادار به کلام خدا باشد تأثیر آن آرامش خواهد بود، همون رو که یافتیم که هر نگرانی و ترس که دلیل رابطه‌های شکسته میشه، دلیل مرضی جسمانی میشه، دلیل آشفتگی روانی میشه، پس وفادار باش به کلام خدا، وفادار باش در حضور، وفادار باش به کلیسا، وفادار باش و در امنیت مسیح بمون که هر نگرانی و ترس را به اقتدار و شجاعت تبدیل خواهد کرد. و میبینی این اقتدار، میبینی این قوت. من خودم تو همین جای را هستم که خیلی ما آه شده مثل خیلی شما عزیزان که یه روز یک شنبه بلند میشه میبینی سرت درد میکنه، حال نداری بری که نصاب نریز، ولی تا الان شنیدی چاک در رنده بشه بگم بعد در رسول امروز مریضه نمیده بگی بعد رسول آدم نیم قبلا آدم نمیده کشید. از شما بهترم، چاره ای ندارم، میرم در حضور خدا، میام خدا یه کلیزا من هر چی کار برم درست خادمی هستم، قوت تو به من بده و من این قوت رو میگیرم میام. شاید با ضعف اومدم تو، خیلی بابا با ضعف اومدم، ولی وقتی اومدم اینجا رو خدا کار کرده، نصف خود رو بخونم بذار این قوت در تو کار کنه. در غیر نسبت ما مذهبی هستیم، ما باید هر روزه محبت مسیح رو بچشیم، عشق مسیح رو بچشیم و زندگی مسیحی این گونه هست. یه عزیزی بلند میخواد خود شما بعد در به روز عزیز دو تا سوال هم بفرید لطفا تا بریم آیه آخرم
لطفاً دوم تیموتائوس 2:11-13 را داشته باشید. چگونه میتوان به کلام خدا وفادار بود؟ و حد و حدود وفاداری به خدا از نظر شما تا کجاست؟ بله، این دو تا سوال هست. گوش فکر کن. پنجشنبه با ما باشید. اگر میتونید با ما باشید. پنجشنبه ما در این رابطه صحبت میکنیم. پنجشنبه عمیق‌تر صحبت میکنیم. بیشتر دعا میکنیم. تا این شفا بیاد. احتیاج به مسیحیت شفاست. آزادی عزیزم. همیشه این نیستش که بگم دعای من اجابت بشه. یه موقع من اول باید شفا آزاد شم، بعد دعا اجابت بشه، بعد زندگی در عوض میشه. بس تشویق میکنم پنجشنبه ها با ما باشه. پس امروز که تصمیم داریم و تصمیم گرفتیم وفادار مسیح باشیم، ما در حضور خدا با آرامش، ما با شادی بودیم. لزومی نداره به حضور خدا در غم و اندوه بریم. هوشیار باشیم، با قربان و شفق به حضور خدا نرسیم. اگه وفادار به مسیح هستید، چرا با قربان میدید؟ چرا چهرت در میزان خدا غمگین باشه؟ بخند، شاد باش. کلام خدا اینو میگه. احساس ضعف میکنید، دست رو به خدا بده. من احساس میکنم در ضعف هستم. به من قوت بده، من آرامش بده، من شاد بده. بذارید چهره من بخنده. چطور توی بیزینس یادتون میدن؟ شاید برای 20 دلار برای 30 دلار داری بیزینس میکنید یه خنده قدرش. چه برای مسیح؟ تازه مسیح میخواد تو رو برکت بده. چرا نمیخندی وقتی میگی درود؟ تموم شد. خدا رو شکر ما از اون موقعیت آشورا تاسوعا گذشتیم. از اون بت‌پرستی ها گذشتیم. ما امروز در مسیح آزاد شدیم. چون میدونیم نجات دهنده ما زنده است. میدونیم مسیح زنده است، اون نمرده. وقتی کسی رو که صدا میکنیم، اون زندگی رو به ما بخشیده. و زندگی رو نیز به ما داده. شاعر میگه خوشا ذکر خدا با تار و تنبور، ستایش کردن ستایش کردنش با شادی و شور. ستایش بر خدا هر صبح و هر شام، درون خانه و یا کوه و بر بام. حضورش آمدن با شور و مستی، به توسط روح القدس بیایید در حضور خدا. قبل از این میخوایی بیایید کلیسا، از روح خدا پر شو. بزن با قوت بیا، با کم اندوه نیا. نمیخوام خورده بگیرم، اما متاسفانه یه گاهی ما میبینیم هم بگیم چطوری برای چرا صبح دعا نکردی؟ چرا با شادی نمیاییم؟ اعلام پیروزی کن، اعلام شادی کن. حتی ما یه شادی از اینجا داریم یه تو کلیسا. اعلام شادی کن و اون موقع دریافت میکنیم. حضورش آمدن با شور و مستی، که میخواهد تو را آنسان که هستی. بزرگی خدا را یاد کردن، به ذکرش مردمان را شاد کردن. وقتی اینجا از قوت خدا، از شادی خدا در زمان پرستش، در زمان دعا، در زمان کلام پر میشید، هر کی تو رو میبینی چه خبره؟ چی شده؟ ثروت داری؟ برای من وارثم، من وارث بابای ثروت من هستم. چی شده؟ چیزی به درسته؟ بعد نجات رستگاری رسید. همین الانی که دارم من با شما صحبت میکنم، هزاران انسان مردن و نمیدونم کجا برن، ولی من میدونم همین الان اگر جسمم بیفته، من نزد مسیح هستم. چرا نباید شاد باشم؟ پس این شادی و قوت با من هست. ابراز ترس و نگرانی نکن. سهم فرزند خدا نیست. با پیروزی سلامتی رو برن. تا زمانی که عذر میخوام میترسیم، همش میترسیم. گرم زنیم، ناراحت هستید. شیطان اینقدر خوشحاله میگه با من همین رو میخوام بگیم، همش اذیته بگیم. هی بگو خدای شکر برای این مشکل، خدای شکر برای این درد، ببخش خدای شکر من تنها، خدای شکر من میپولم، من که تو رو دارم. و تو بگی شیطان بگیم این روز که حالش میدونی که برای بقیمت باشم نیست، حالش یه جور دیگه هست، شیطان میذاره میره. و تو دیگه ابراز شادی و آرامش کنی، این وجود هست، این ابراز نیست، این حقیقی. آمین. آیه آخرم لطفاً بشنوید. از زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایرونیه و لستر بر من واقع شد، چگونه زحمات را تحمل می نمود و خداوند مرا از همه رهایی داد. آمین. و همه کسانی که می خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید.
لیکن مردمان شریف و دغاباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می باشد.